نکته دوم برای زندگی مردم و کالاهای مورد نیازه. برای کالاهای مورد نیاز مردم سه تا قدم مهم باید برداشته بشه. قدم اول، تأمین ریال و تأمین ارز برای ساخت کالاست، یعنی برای مواد اولیه کارخانجات یا محصولی که باید وارد بشه به هر حال، یا نهاده هایی که باید وارد بشه. بانک مرکزی در این زمینه قدم های بسیار مهمی برداشته برای تأمین از سازمان برنامه بودجه کار بزرگی کرده برای تأمین ریال. در همین هفته جاری سازمان برنامه بودجه ما 10,000 میلیارد تومان برای خرید گندم و طرح‌های عمرانی پرداخت کرده. اینکه دولت در شرایط کرونا و در شرایط فشار اقتصادی در یک هفته قادر 10,000 میلیارد تومان، حالا غیر از مخارج معمولی که حالا تو حقوق و یارانه اینا کاری ندارم من، تو این زمینه داره پرداخت میکنه و امسال خرید گندم ما به حمد الله بهتر از سال گذشته است. گندمی که تا امروز ما خریدیم 8.5% بیشتر از سال گذشته است نسبت به سال گذشته. گندمی که تا امروز خریدیم 96% پولش به گندم کارها پرداخت شده، یعنی تقریبا ما به روز هستیم و داریم تسویه میکنیم. این یک کمک بسیار بزرگی است که دولت داره به کشاورزی میکنه. در صنعت هم حرکت خوبی هست. ما امروز در برخی از صنایع، همین آماری که امروز سرپرست وزارت صمت در اختیار ما گذاشت، شما ملاحظه کردید در برخی از کالاها 30%، بعضی از کالاها 40%، کالاهایی از 100% حتی افزایش محصول داشته این سه ماه نسبت به سه ماه پارسال. پس حرکتی است که داره برای تولید انجام میگیره. ما در ارزش، در ریالش، در تحرک کشاورزیش، در تحرک مربوط به بخش صنعت و معدنش، این که یه دفعه تو این وسط تحریم اعلام میشه ما در تولید آهن اسفنجی میشیم رتبه اول، یک مسئله بسیار مهمی است. این که ما در یک هفته داریم اعلام میکنیم یک طرح مهم مربوط به انرژی حدود 1.5 میلیارد دلار داریم، طرح گوره به جاس که داریم اجرا میکنیم. این بحث 1 میلیون دلار 10 میلیون دلار نیست، حدود 1.5 میلیارد دلاره. خب این کار عظیم و بزرگی است که این دولت داره انجام میده. اون وقتی یه عده‌ای گویی این واقعیت‌های آشکار و روشن رو که حالا هر هفته می‌بینن، ما طرح‌های عظیم و بزرگ رو در این کشور افتتاح می‌کنیم. این هفته هم باز فردا ما نزدیک 2,000 میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح خواهیم کرد. هفته‌های آینده هم این چنین ما تلاش خودمون رو انجام می‌دیم. البته می‌دونیم علی‌رغم همه تلاش‌ها، علی‌رغم همه کوشش‌ها، شرایط سهل نیست. شرایط تحریمه، شرایط کروناست. بنابراین این مشکلات رو ما متوجه هستیم، اما در این حال مردم عزیز ما بدونن که ما همه توانمون رو به کار خواهیم گرفت، اون جایی که در توان ماست. همین امروز در دولت من گله کردم از بعضی از وزرا و بانک ها برای اینکه وامی که بنا بوده در اختیار مشاغلی که در کرونا آسیب دیدن در اختیارشون گذاشته بشه تأخیر شده. خب حالا توی جلسه بحث کردیم بنا شده جبران بشه سریعا این وام به کسب و کارهایی که صدمه دیدن پرداخت بشه. کار داره انجام میگیره، تلاش داره انجام میگیره، اما در این حال ممکنه مشکلاتی هم داشته باشیم که مردم عزیز ما باید کمک کنن در این مشکلات همه دست به دست هم بدیم.